سلام، وقتی دوستان گفتن که ویدئویی پر کنیم خطاب به باجمون، اولین تردید برام پیش اومد که خطاب به کدومتون پر کنم. خب من 10-15 تا باجو داشتم، بعد فکر کردم با همه تون حرف بزنم. پس هیچ کدومتون حتی از خشنترینتون کینهی به دل ندارم، ولی دل و زبانم سعی میکنم یکی باشه. نمیتونم به روتون لبخند بزنم. نباید وجدان شما را راحت کرد. وجدان هیچ کسی رو که خلاف میکنه نباید راحت کرد. میشه یه روزی بخشید، اما در موضع قدرت نه در موضع ضعف. و حتی در اون موقع نباید وجدانتون راحت کرد، به خصوص الان. فکرم از کجا شروع کنم؟ شاید بشه اینو گفت که بازجو هم بازجوهای قدیم. اونا هم ظلم و جنایت میکردن، اما اونا بیشتر رو عقیدهشون کار میکردن. شما ها الان فاسد شدید، این بالاییاتون. نمیگم همه تون، ولی خیلیاتون. بازجویی براتون شغل و براتون درآمده. روزای تعطیل اونا بازجویی میکردن، بعضی از شما ها میکنید. اونا رو عقیدهشون بود، ولی شما رو اضافه کاری و اضافه حقوق. اونا با هم رقابتی نداشتن. الان شما بر رقابت و اینکه زیرا به همدیگرم بزنید، حتی متهماتون رو تحریک میکنید که به اصطلاح مقاومت کنن در مقابل یه بازجوی دیگه. و خیلی نشانه های فاسد شدنتون هست. و مهمتر از اون، در اون موقع بازجو میزدن برای اینکه متهم راستش رو بگه. کی رو دیده؟ کجا رفته؟ کجا اومده؟ چیکار میخواد بکنه؟ مسئولش کیه؟ تحت مسئولش کیه؟ الان شما میزنید برای دروغ، برای اینکه اعترافای دروغ بکنه. چون الان همه کارا علنی، همه چیشون میدونید. دروغکی بگه من با کی رابطه داشتم، از کی پول گرفتم، با خارج رابطه داشتم، چه مشکل اخلاقی داشتم و همساره. اونا هم رته برای دروغ میزدن، ولی برای اینکه تحلیل دروغ گفته بشه که حکومت بر حق ما ناحقه. یه اصل طلایی اخلاقی میگه که تو همه جا هست، تو همه ادیان و همه فرهنگ ها هست، تو دین ما هست، تو فرهنگ ملی ما هست، که با دیگران به گونه‌ای رفتار کن که دوست داری باید رفتار کن. آیا تو دوست داری که تحت فشار قرار بگیری برای اینکه اعتراف دروغ بکنی، شخصیت رو خرد کنی؟ آیا دوست داری که برخورد فیزیکی باید بشه، به قول اون موقع کاپ رو بخوری، تعذیر بشی، یا یعنی مشولیت بزنن، یا تو انفرادی طولانی بندازن، خانواده‌ت رو تحت فشار قرار بدن؟ اصلا یه دو سه روز برو تو انفرادی، هیچ استرس بازجویی هم نداری، فقط امتحان کن ببین انفرادی چه جوریه. نمیدونم، اگه مذهبی باشی خب یه روز گیر خدا میفتی، یه روز گیر مردم میفتی، یه گیر وجدان خودت میفتی. اگر مذهبی هستی، خدا اینو نمیپذیره که بگه به ما دستور دادن، ولی فقیه گفته، مسئول ما گفته، فلان آخون گفته. تو قرآن بخون آیه 67 سوره احزاب. نمیتونی بگی که بزرگان ما سادت و ناکوبرای نا اینجوری گفتن، بزرگان ما گفتن ما اطاعت کردیم. اصلا اطاعت تو قرآن فقط برای خداست، حتی برای پیغمبرش هم چون حرف خدا رو میزنه. آیه اولوالامر هم که براتون نصف کاره میخونه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم، بقیهش هم بخونید. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. یعنی با اولوالامر اولا اسم جمع میاره، نمیگه ولی فقیه، میگه اولوالامر، یعنی مسئولینتون. مسئولینتون یه چیزی گفتن، میتونید تنازع کنید، بگید حرف درست نیست، این حرف ما نمیتونیم شکنجه کنیم، ما نمیتونیم وادار به اعتراف دروغ بکنیم. پیغمبرش هم میگه من بر اساس بصیرت شما رو دعوت میکنم. ما ذوب در ولایت و ذوب در پیغمبر نداریم. آیه 108 سوره یوسف رو بخون. اصلا منطق قرآن میگه روز قیامت شما فرادا، یعنی یه نفر یه نفر محاکمه میشید. محاکمه دست جمعی نداریم. شما که ما پیروان آقای خامنه‌ای، آقای خمینی بودیم، چون اونها گفتن ما عمل کردیم. منطق قرآن میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی یه کوچولو کار خیر یا شر بکنی، نتیجهش رو میبینید. این دعاها و زیارتنامه‌های دروغکی که میگه اگه بخونید همه گناهاتون منزل ریگ بیابونم باشه بخشیده میشه، همش با منطق اسلام نمیخونه، با منطق قرآن نمیخونه. اگه با یه روزی هم میخواد ببینید که اگه گیر مردم بیفتید با چه منطقی با شما حرف میزنن، یه کتابی خیلی کوتاه هست روی 20-30 صفحه روی گوگل هم شاید پیدا کنید، مال هانا آرنت، مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری. اونم بخونید. وجدانن هم شما نه به خدا نه به مردم به هیچ چیزی نخواهید جواب پس بدید، به خودتون میخواهید جواب پس بدید. تو همه کارها شما مسئولیت شخصی دارید. بنابراین یا قواعد شغلیتون رو باید عوض کنید، قواعد انسانی، اخلاقی و قانونی باشه، یا شغلتون عوض کنید، هر کدوم که زورتون میرسه. خدا حافظ.